بذارم. برای که مقدار زیادی خصوصیت اقلیمی بکنم این طرف خود کمی جا باشه اقلیمی قومی منطقه رو به شیوه خوبی نشون میده. منطقه آسیای میانه و همچنین منطقه منطقه خراسان یک خصوصیت خیلی بارزی رو داره از نظر مردم شناسی، اون هم اینی که یک مخلوطی از دو سری فرهنگ با بهش میگیم ارث کلتورل، یعنی دو تا مجموعه فرهنگایی که به هم دیگه شبیه هم که فرهنگ مثلا پرسانوفون ها هستش و توخکوفون ها هستن، یعنی اونایی که فارسی زبان هم حالا فقط نه فقط فارسی در نظر بگیم، یه سری از زبان های خانواده مثلا لانگیرانیان هستش که ما اصلا هیچ ایده‌ای نمیتونیم ازش داشته باشیم ولی جزء زبان فارسی جزء زبان ایرانی میشه. و توکوفون ها که مثلا زبان های مختلف از ریشه ترکی رو صحبت میکنن. این نقشه اینجوری در نظر بگیرید که اینجا تقریبا اون نقشه جغرافیایی است و اینجا با یه حالت شماتیکی نشون داده شده که این قرمز ها عملا فمید و لانگیرانیان و آرمنیان، حالا آرمنیان کمی دورتره از این اگه جدا بشیم، بقیه زرد ها هم فمی لانکای توخ کستش که در تا اینجا اینجا چینه، سینکیانگ ناوی سینکیانگ چین که اوغورها در اونجا زندگی میکنن، اینجا قرقیزستان، ازبکستان، این ایران هست، ترکمنستان و قزاقستان. و شما یک مثلا یه دو تا لایه رو تقریبا میبینید که چجوری در یه ناحیه با هم دیگه به شدت تماس دارن و در یه نواحی اکثریت با اون زبان دیگه است. چرا حالا من این نقشه رو براتون انتخاب کردم؟ این وضع مقدار خیلی زیادی در بین فرهنگ موسیقیایی اونجا هم در این منطقه مشهوره، یعنی اینکه فرهنگ ترکی به اصطلاح عنوان کلی ترکی میگم، وقتی ترکی میگیم به اصطلاح ترکای اورینتال هستن، یعنی با ترکای آناتولی متفاوت، و فرهنگ به اصطلاح بیس ایرانی اولا از لحاظ مدل زندگی مثلا قوم شناسیش اینا با هم دیگه تفاوت عمده‌ای که دارن اینه که ایران فرهنگای ایرانی اون ناحیه معمولا اون چیزی که بهشون میگیم سدانتر یا یک جانشینی داشتن و کشاورزی می‌کردن و فرهنگای ترکی بیشتر نماد بودن و به صورت قبیله‌ای و عشیره‌ای زندگی می‌کردن و اصلا یه مدوی متفاوتی رو با اینا داشتن. میریم جلوتر، خیلی نمیخوام توی این قسمت مثلا مردم شناسی شاید وارد بشم چون شاید حالا خیلی بحث جذابش نباشه. توی قسمت سازشناسی من شاید اول از این شروع بکنم که بهتون بگم واریانت های مختلفی که از این ساز من پیدا کردم. این ساز یک تعریف علمی مثلا ارگانولوژی که شاید بخوام بهتون بدم. این صندلی اینجا هست اگه کنم دارست بکنم بردون بشه بعد همشون زدشون پایین هم میتونید صندلی بیارین اگر من راحت نیست. من اول برمیگرم به اینجا. قسمت اول تز من رو به اصطلاح غیر از بخشی مربوط به مردم شناسیش سازشناسی این قضیه تشکیل. من یه مفهوم دارم اسمش دوتاره، یک آبجست، یک شیعه که این شکلش عوض میشه از یه منطقه به منطقه دیگه، اسمش عوض میشه، تنین این ساز عوض میشه، در یه نواحی اون سیم فلزی داره، در یه نواحی با تار ابریشمه، متریال ساخت، تکنیک ساخت و تکنیکای نوازگی همه چی این عوض میشه ولی همواره همون ساز دوتاره. یعنی یه موجودی رو در نظر بگیم که علاوه بر تمام شکل‌های عجیب غریبی که پیدا می‌کنه و همه چیش می‌تونه عوض بشه از یه ناحیه به یه ناحیه دیگه، ولی همواره شما یه چیزی رو درش می‌بینید که می‌تونید بهش بگین این دوتاره عمل. این کار برای من به زمان زیادی رو وقت برد در تمام به اصطلاح فیلدهای مختلف که من این رو برای رسیدن به این که این تفاوت و در این حال یکسان بودن رو نشون بدم از جاهای مختلف شروع کردم انجام دادم. یکی سازشناسی قضیه بود. خیلی وارد این کلاسیفیکاسیون ها نمیشیم. ساز دوتار عملا به خانواده دوتار تعلق داره که انواع اقسام سازهای دوتای دست بلند عملا مثلا مثل تار، ستار، سیتار و همه این هاست که یک
من جلوتر یه چیزی رو بهتون نشون بدم باز برگرده بگیم. این اگر یه دونه ساده دوتار باشه قسمت اون قسمت شکمش به اسم کاسه یه صفحه روشه. صفحه و کاسه هر دو از جنس چوب توت هستن و میتونیم بگیم صفحه جنس توت یکی از مشخصه های این هسته شده. من یه بار یه اصخایی کنم یه اصخایی مجدد هم میکنم. خیلی از ترم ها رو اگر من خارجگیش رو بکار برم برای اینکه واقعا این رو به فارسی نمیدونم چی میشه و چون من رو بودن اصلا این رو کلش رو در ایران نخوندم بنابراین این یه کمی مشکل دارم و یکی ولی اسم ها حداقل نوشته شد. این صفحه هستش که به اصطلاح تبل هارمونی که شکل از چوب هست. فرک یه سیمگیر دو تا گوشی سیم و یه قسمتی مثل شیطانک هستش اینجا که سیم ها از روی اون رد میشن. در خیلی از سازهای این خانواده لوت دست بلند کاملا شبیه هم دارم. این کلیه وریانت هایی است که من تونستم پیدا بکنم. یعنی این یه تابلوی کاملی از خانواده دوتار. خانواده دوتار به دو تا دسته به نظر من تقسیم میشه. یک دسته سانتازیتی که مربوط به آسیا میانه است. یکی اون قسمتی که در خراسان هستن. حالا دلیلی که خراسان و آسیا میانه من دو تا اصطلاح به کار میارم اینها همشون جزء همون منطقه فرهنگی آسیا میانه میشه ولی خب چون از لحاظ جغرافیایی این دو تا از هم جدا هستن اینو میارم ولی واقعا یه مفهومه هیچ جدا گسستی وجود نداره. گسستی بیش از اون چیزی که وجود داره وجود نداره. دوتارای خراسانی به دوتار شرق خراسان اون چیزی که در ناحیه تربتجان بهتون گفتم این یک نمونه خیلی جالبه که حالا جلوتر عکسش رو بهتون نشون میدم. دوتاری هستش که در هرات وجود داشته خیلی به دوتار شرق خراسان نزدیکه و الان این سازی وجود خارجی نداره یعنی که تحت تاثیر این هم از کیسای خیلی جذاب توی موسیقی موسیقی شرق افغانستان و منطقه هرات که خیلی به موسیقی خراسان قرابت و نزدیکی داشته تحت تاثیر یک فرض کنیم مثل توده های هوا در نظر بگیریم تحت تاثیر موسیقی هندی کلاسیک هندی که از پایین میاد مقدار زیادی به رونده شده و تحت تاثیر اونه. دوتاری که امروز در هرات دوخته میشه ساز دوتار افغانی به شیوه سازهای هندی روش بهش میگن کوب سمپاتیک یعنی مثلا سیم های ثابتی مثل خیلی از موسیقی ساز موسیقی هندی روش بسته شده و یکی از مهمترین مشخصات های دوتار رو که نواختن با انگشت هست رو دیگه نداره یعنی با ناخنت نواختش. دوتار شرق خراسان دوتار ترکمن که یه جوری ترکمن از صحرای ما و ترکمنستان میشه گفت اینجا مرزی مرزی هستش و در این منطقه است. این دو تا ماله من این دو تا نمونه رو من به طور شخصی روش کار نکردم ولی اطلاعاتش رو دارم از تقریبای دیگر دوستان که همکارای من کار کردن. فردریک لوتاف به موقعی من همینجا مجال هست روش کار کرد. مال کارگال پاکستان هستش برقل پا استفاده کنز. این دو تا مشترک بین تاجیک ها و ازبک هاست این هم سعی شده اشل رومی رعایت بشه و این دو تاریست که اویغور ها خیلی شباهت دارن اینا به هم دیگه این دو تا هم شباهت دارن با این سه تا و این دو تا با خب اینا عکسش به صورت واضح‌تر این دو تا رو ترکمنی هستش اینا مجموعه این یه مجموعه است که الان میذارم براتون اینا ریفرنسش هم بهتون بدم مجموعه سازهای کلکسیون شخصی ژان دوبین در پاریس هست. بتونم چون اینجا بالاخره میتونستم نور و اینا رو تنظیم کنم چون معمولا شرایط فیلد خیلی شرایط خوبی نیست. این دو تاره کارپت و اول ها هست این کنم هم به شکل هست دو تاره رو دوری و بعد هم نیمت که اینجا قبضی دیگه واقعا بحث نیست یک بحث ریاضی بشه بریم به چند تا نمونه هم چیزهایی بود. خب من یه نمونه از دستگاه من کنده باید باید این رو بشید من دو تا نمونه به صلاح دو تا چیزی کوچیک براتون انتخاب کردم. یکی انتخاب یه تیکی از فیلم هایی که من در فیلد بسار گرفتمش نور خیلی عالی نیست ولی خب این سالهای آخر
من دیگه فرصت